نتایج امیدوار کننده از نخستین واکسن کووید 19 مقاوم در برابر گرما. محققان شرکت زیست فناوری مینوکس با همکاری مؤسسه دانش هند توانستند نخستین واکسن کووید 19 مقاوم در برابر گرما را تولید کنند. طبق اعلام محققان، این واکسن میتواند به مدت 1 ماه در دمای 37 درجه سانتیگراد کارایی و اثر بخشی خود را حفظ کند. نتایج آزمایشات حیوانی این واکسن از اثر بخشی و ایجاد ایمنی مناسب آن در برابر سویه های نگران کننده کووید 19 مانند آلفا، بتا، گاما و دلتا حکایت دارد. واکسن یاد شده قرار است در سال جاری میلادی وارد آزمایشات انسانی شود. سایر واکسن های کووید 19 به خصوص آنهایی که بر پایه مسنجر RNA ساخته شده اند نیازمند دمای فوق العاده پایین برای نگهداری هستند، اتفاقی که باعث شده کشورهای گرمسیری با درآمد متوسط و پایین که از امکانات سرمایشی مورد نیاز برای نگهداری این واکسن ها برخوردار نیستند با مشکل روبرو شوند. موفقیت دانشمندان در بخشیدن قدرت تجسم به هوش مصنوعی. دانشمندان توانستند با استفاده از روشی مخصوص قدرت تجسم و تصور را در هوش مصنوعی به وجود آورند. هوش مصنوعی با وجود تمام توانایی‌های خارق‌العاده خود نمی‌تواند اشیا و اجسامی که با آنها برخوردی نداشته تصور کند. از این رو دانشمندان با ارائه تصاویر مختلف به هوش ماشینی و قادر ساختن آن به تشخیص تفاوت‌ها قدرت تصور را به آن بخشیدند. با استفاده از این روش زمانی که 2 تصویر از 1 دوچرخه آبی و 1 خودروی قرمز به هوش مصنوعی ارائه می شود، هوش ماشینی قادر است با تشخیص تفاوت‌های 2 تصویر 1 دوچرخه قرمز را تصور کند. دانشمندان امیدوارند با توسعه قدرت تصور در هوش مصنوعی آن را قادر سازند با استفاده از قدرت تخیل خود به تولید داروهای جدید بپردازد. همچنین این روش می تواند در خودروهای خودران سودمند باشد، به طوری که هوش ماشینی با تصور سناریوهای متفاوت از حوادث جاده‌ای آمادگی بیشتری در برابر حوادث احتمالی خواهد داشت. ساخت تله برای ویروس ها با استفاده از DNA. محققان آلمانی پس از سالها مطالعه و آزمایش توانستند شکل DNA را به ساختارهای بسیار کوچکی تغییر دهند که می توانند مانند یک تله برای ویروس ها عمل کنند. این ساختارهای تله مانند دارای مولکولی در درون خود هستند که با چسبیدن به ویروس ها مانع از تکثیر آنها و آلوده شدن سلول های دیگر می شوند. محققان در آزمایش‌های خود توانستند با استفاده از این روش به میزان قابل توجهی از تکثیر ویروس هپاتیت B جلوگیری کنند. دانشمندان آلمانی قصد دارند در گام بعدی موش‌ها را با استفاده از این روش مورد آزمایش قرار دهند تا میزان کارایی آن برای مقابله با ویروس‌های مختلف مشخص شود. عزم آمریکا و چین برای منحرف کردن مسیر سیارک‌های خطرآفرین. چین و آمریکا قصد دارند در ماموریت‌های جداگانه سیارک‌هایی که در حال نزدیک شدن به زمین هستند را از مسیر خود منحرف کنند. یکی از این سیارک‌ها که توجه دانشمندان را به خود جلب کرده، بنو نام دارد. تخمین ها نشان می دهد این سیارک با احتمال 1 در 2700 ممکن است بین سالهای 2175 تا 2199 به کره زمین برخورد کند. بنو با قدرت حدود 400 متر همکنون در فاصله 7.5 میلیون کیلومتری از زمین قرار دارد. چین قصد دارد در ماموریت هایی با ارسال فضاپیماهای خود به سمت سیارک یاد شده در مسیر آن انحراف ایجاد کند. آمریکا نیز می خواهد پیش از منحرف کردن مسیر سیارک بنو روش‌های اثر بخش برای انجام این کار را به شکل آزمایشی روی سیارک‌های دیگر انجام دهد. نخستین فروش 1 قلب مصنوعی در جهان. شرکت فرانسوی کارمات از نخستین فروش قلب مصنوعی این شرکت در ایتالیا خبر داد. این قلب مصنوعی اخیراً در جریان یک عمل جراحی پیوند قلب در ایتالیا در بدن بیماری نیازمند پیوند قرار گرفته است. نخستین استفاده ی آزمایشی این قلب مصنوعی در ژانویه 2014 انجام شد و طی آن یک بیمار فرانسوی در یکی از بیمارستان‌های پاریس آن را دریافت کرد. نتایج پیشین پیوند آزمایشی این قلب مصنوعی به 11 فرد نشان می‌دهد 73% این افراد برای بیش از 6 ماه زنده ماندند. هزینه این عمل جراحی بیش از 150 هزار یورو اعلام شده است.